سلام و عرض احترام، من مهدی آقا زمانی رو بپذیرید. امروز 28 مرداد 1394 خورشیدی است. قیام یا کودتا؟ سوالی که سالهاست ذهن مردم ایران رو به خود جلب کرد. نقش نیروهای مذهبی در به هم زدن رابطه بین پادشاه و نخست وزیر قانونی وقت چیست؟ چه اتفاقاتی موجب میشه تا ایرانی که حالا در پناه همدلی یک دولت، مجلس و البته نهاد پادشاهی در اون توانسته در مقابل استعمار انگلیسی بیسته و نفت خودش رو ملی اعلام کنه، در آستانه یک تحول تاریخی بزرگ قرار میگیره؟ نقش چپگرایان و نفوذ کمونیست ها در ایران تا چند اندازه است؟ آیا اطلاعاتی که به سازمان CIA، سازمان اطلاعات ایالات متحده آمریکا، در خصوص نفوذ شوروی و کمونیست ها در ایران بعد از خروج پادشاه فقید ایران از ایران در سال 1332 اعلام میشه حقیقت داره؟ تا چند اندازه میشه به اسناد تاریخی در این زمینه اهتمام ورزید و البته اعتماد کرد؟ تا چند اندازه اسناد آزاد شده از CIA یا سازمان‌های دیگر امنیتی در جهان حالا بعد از گذشت بیش از 60 سال از رویداد مهمی مانند 28 مرداد 1332 خورشیدی در ایران قابل اعتماده و البته بازگو کننده حقیقت؟ تا چند اندازه این اسناد بر اساس منافع ملی ما ایرانی‌ها تنظیم شده و تا چند اندازه نشانگر زیاده‌خواهی و منافع دیگران در ایران؟ سوالاتی از این دست و البته تاکید بر اینکه چرا برای سالیان متمادی حقیقت درباره 28 مرداد با مردم ایران در میان گذاشته نشده و چرا امروز در ایران شخصیتی مانند ابوالقاسم کاشانی که رهبر مذهبی وقت در میان جامعه ایرانی است به عنوان قهرمان و هر دو سوی دیگر این منازعه، هم نظام پادشاهی و هم محمد مصدق، از نظر جمهوری اسلامی منکوب و البته مجبور به سانسور این دو شخصیت هستند تا چند اندازه است؟ آیا براستی میشه این فضا رو به دلیلی برای وحدت بیشتر میان نیروهای ملی‌گرا تبدیل کرد؟ 28 مرداد به عبارت مهمان امشب من در برنامه زیر تیغ سانسور، بیژن خلیلی چشم اسفندیار ملت ایرانه. روزی که در اون بارها و بارها جامعه ایران از فقدان یک قدرت مدنی لازم آسیب دیده. اتفاقی تلخ و واقعا وحشتناک مانند رخداد آتش سوزی در سینما رکس آبادان هم درست با برنامه ریزی برآمده از نیروهای تندروی انقلاب در 28 مرداد 1357 خورشیدی در همین روز، یعنی 28 مرداد، رخ داد. روزی که هنوز هم در تاریخ ملت ما به چشم اسفندیار ملت ایران و تقویم و تاریخ ایران لقب داره. آیا میشه در پناه این درس بزرگ تاریخی یک بار دیگه اتحاد و برادری رو بین همه نیروهای ملی‌خواه و مملکت دوست و ایران دوست ایجاد کرد؟ آیا فرصت اون نرسیده تا در مقابل استبداد سیاه مذهبی حاکم در ایران، یعنی خطی که ابوالقاسم کاشانی نمایندگی اون رو در رویدادهای سال 1332 ایجاد میکنه، دو سوی ملیگرا و ایران دوست ماجرا، یعنی کسانی که معتقد به جبهه ملی هستند و دوستداران و هواداران نظام پادشاهی، دست در دست هم و با اتحاد و برابری در مقابل نظام سیاه استبدادی حاکم در امروز ایران قد علم کنند؟ و پاسخ به این سوال که اگر امروز پادشاه فقید ایران زمین و همچنین دکتر محمد مصدق زنده بودند و در میان ما در تبعید زندگی می‌کردند، در مقابل آنچه که در ایران زیر چکمه یا به عبارتی بهتر نعلین‌های به چکمه تبدیل شده سپاهیان و عوامل امنیتی و ایدئولوژی تند و کشنده و تلخ استبداد مذهبی حاکم در ایران، چگونه برخوردی با جامعه داشته؟ آیا اونها هنوز مانند برخی از روشنفکران یا هواداران دو سو به درگیری و بررسی و باز هم زدن تاریخ مشغول بودند، یا دست در دست هم با اتحاد و برابری برای سرنگونی استبداد سیاه حاکم و ایجاد آرامش و امنیتی در پناه میهن دوستی گام برمی‌داشتند؟ همراه با من و بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب که در این برنامه همراه ما هستند، همراه باشید تا در کنار هم بیشتر و بهتر از 28 مرداد 1332 بدانیم. درود به شما. درود به شما.
میدونم شما برای شخصیت های دکتر مصدق خیلی احترام قائلید، خیلی ایشون رو دوست دارید، ایشون رو یکی از چهره های میدونید در تاریخ ایران که چهره قابل اعتنا و تأثیر گذار است و خب طبیعتاً بایستی همیشه هم پیگیر خواندن مطالب مختلف در این زمینه بوده باشید و از این سمت هم در تلویزیونی که متعلق به شاهزاده رضا پهلوی هست مدت بسیار طولانی است که این مسیر رو و این حرکت فرهنگی رو با قوام و اقتدار پیش بردید. خب این یه نقطه عطف خیلی بزرگی سای خیلی که هوادارانی که یا علاقمندانی که به عبارتی تاریخ رو با روایتی واقعی تر میدونن هیچ در واقع کنشی یا هیچ عکس العمل واکنشی ندارن نسبت به اینکه در اتحاد و برابری با دیگر ایران دوستان باشن. این رفتار خود شما و جایگاه و موقعیت خود شما یه نشانه ای از اتحاد بین تمام کسانی است که دشمن واقعی ایران یعنی جمهوری اسلامی رو به درستی شناختن و درگیر بازی‌های سیاسی یا حزبی یا عقاید گوناگون در این فضا نشدن. من ازتون تشکر میکنم. اجازه بدین یه خاطره تعریف کنم، یعنی مهمه برام که در سال 1987 یا فکر کنم 88 الان دقیقا سالش یادم نیست، ولی دکتر غلام حسین خان مصدق پسر دکتر مصدق از دنیا رفت و ما اینجا یه مراسمی در وستفود مورچوری گرفتیم، خودم رفتم اجازه‌ش رو از اونا گرفتم و دوستان ما در نهضت مقاومت ملی آقای مرحوم شادروان منصور انوری که مسئول شاخه نهضت مقاومت ملی در لس آنجلس بودن و بسیاران دیگه و حتی نوه دکتر مصدق هم در این برنامه و بزرگداشت شرکت کردند. اونجا یه دفترچه گذاشته بودیم که هر کسی بنویسه که چی فکر میکنه و اینا. من حقیقتش سه چیز رو در مورد دکتر مصدق به نظرم اومد و اونجا نوشتم. دکتر مصدق بدون تردید یک رجل ملی ایرانه و ایران دوسته، این تردید ناپذیره. یکی از دلایل خیلی روشنش شاید خاطره ایست که ایرج اسکندری عضو کمیته مرکزی حزب توده و یکی از کسانی که در کابینه قوام السلطنه شرکت میکنه به عنوان وزیر و بعد یعنی یکی از سه وزیر توده‌ایه که در کابینه قوام شرکت میکنه، بعدها ایرج اسکندری دبیرکل کمیته مرکزی حزب توده هم میشه، در خاطرات خودش چیزی رو نقل میکنه و اون اینه که وقتی که اون موقع صحبت کافتارادزه بود که سفیر شوروی در ایران بود و اینا میخواستند که به شوروی امتیاز نفت شمال رو بدن در ایران، یعنی شوروی درخواست کرده بود برای امتیاز نفت شمال و یکی از دلایلی که می آوردن این بود که حالا که انگلیس ها در جنوب امتیاز نفت رو دارن ما بایستی به شوروی امتیاز نفت شما رو بدیم. و جای تعجب و بسی شگفتی اینه که مثلا حزب توده که قراره که از منافع ملی ایران دفاع بکنه ضمن اینکه خب حالا به پرولتاریای جهانی و انترناسیونال بین الملل حمایت میکنه یا موافق با مارکسیسم بین مارکسیسم به طور کلی، ولی به هر حال حفظ منافع ملی جزء اولین چیزهاست و معتقده که حالا بس ما باید امتیاز نفت شمال رو به همون ترتیبی که به انگلیس داده شده باید به شوروی ها در استانهای شمالی ایران و در دریای خزر اون بخشی که متعلق به ماست بدیم. و مصدق بلند میشه میره پلوی ایرج اسکندری که از فامیلاشه، در حقیقت ایرج اسکندری حالا یادم نیست که دقیقا چه نسبتی با دکتر مصدق داره و بهش میگه که ببین این قلم تراش رو میبینی، تو با اینکه فامیلمی دوستم دارم، اگر پاتو از منافع ملی ایران اونور بذاری با همین قلم تراش خودم قلبتو سوراخ میکنم. فکر نکنی که در چه جایگاهی هستی، ما همه ایرانی هستیم، ما همه بایستی به ایران عشق ببرزیم و منافع ملی ایران رو حفظ کنیم. بنابراین دکتر مصدق یک رجلی است که ایران دوست است و
طرفدار منافع ملی ایران است. دومین خصیصه دکتر مصدق این است که پاکدامنه. به هیچ وجه شما در یک رجلی رو در 150 سال اخیر تاریخ معاصر ایران به پاکدامنی دکتر مصدق از لحاظ اینکه در اختلاسی بکند، پولی رو این برونور بکنه به یه نفری که از اقربا و دوستانش و فامیلهاش پولی رو بپردازه از خزانه مملکت، به هیچ وجه دیده نشده. حتی میدونید که در دوران نخست‌وزیری حتی حقوق نمیگیره. و سومین چیزی که مصدق داره که خودشو از باز از رجال دیگر دوران این 150 ساله تاریخ معاصر خودشو جدا میکنه، واقعا طرفدار آزادیه، فی‌الواقع طرفدار آزادیه، و این آزادی رو به همه تسری میده. اولم از خودش شروع میکنه، یعنی به مطبوعات میگه که شما هر چی دلتون میخواد در مورد من بنویسید، هر چی هم نوشتید من میتونم بپذیرم. و شما از سال از موقعی که به نخست وزیری، یعنی در پایان سال 1320 بلافاصله 1330 که ایشون به نخست وزیری تعیین میشه تا 28 مرداد 32، ما میبینیم که مطبوعات ایران پر است از به قول معروف انتقاد از دکتر مصدق، فوشای رکیکی به دکتر مصدق، دروغهایی که علیه دکتر مصدق می‌نویسن، ولی ایشون هیچ گونه عکس العملی نشون نمیده، هیچ گونه توقیفی از روزنامه‌ها به عمل نمیاره. بنابراین این سه به قول معروف خصیصه رو من تو اون دفتر یادداشت بیادگار گذاشتم که من البته دارم. البته خصیصه های دیگه دکتر مصدق وجود داره. مثلا دکتر مصدق فی‌الواقع معتقد بود که همه ایرانیان طبق قانون اساسی در برابر قانون یکسانند. و اگر شما برید و مثلا در مورد بهائیان مطلب رو نگاه کنید، این رجانیوز یک سایتی متعلق به رادیکال ها و بنیادگره های اسلامی در ایران، در ایران، و میگه که این امام خمینی بی خود نمیگفت که دکتر مصدق اصلا مسلمون نیست یا دکتر مصدق طرف ما نیست. از اینجا باید به پی ببریم که فلسفی اومد و میره از جزء خاطرات فلسفی محمد تقی فلسفی دیگه میاد میگه که رفتم پلو دکتر مصدق و گفتم که این بهائی‌ها خیلی پررو شدن و این ورانور اقداماتی میکنن و کارهای زیادی رو انجام میدن، جلسه میگیرن و چیزهای مختلف. و دکتر مصدق قاه قاه میخنده میگه مگه اینا خب ایرانی هن دیگه، چه تفاوتی میکنه ایرانی که بهایی و مسلمون اینا نداره. و فلسفی اینو به عنوان یکی از نقاط ضعف در حقیقت دکتر مصدق گزارش میده و این رجانیوز هم در واقع مسیری که آقای دکتر مصدق در اون سکولاریزم لازم برای اداره جامعه استفاده میکنه همون مسیری است که رضا شاه بزرگ اون رو در ایران نوین پایه‌گذاری میکنه و دست آخوندها و دست نظام قضایی مذهبی شیعی رو از بدنه قدرت در ایران کوتاه میکنه. یعنی همین مسیره که به نوعی در جلوهی تازه تر چیز در حدود 40 سال بعد خودش رو داره جلوه میده. خب البته واسه توجه کنیم که رضا شاه در یک مسیر دیگه، در یک لحظه تاریخی دیگه، در یک ظرف زمان و مکان دیگری یک کاری کرده و دکتر مصدق هم در یک لحظه و ظرف و زمان و مکان دیگری این کارو میکنه. ما همیشه باید این ظرف زمان و مکان رو در نظر بگیریم. ولی ببینید دکتر آقازمانی عزیز، یک چیز خیلی اهمیت دار این است که ما نباید در 28 مرداد خودمون رو زندانی کنیم. ببینید مثلا فرض کنید در امریکا پرزیدنت نیکسون رئیس جمهور امریکاست، 1968 انتخاب میشه، طرف مقابلش آدم کمی نیست، طرف مقابلش یوبرت همفریه که معاون لیندن جانسون بوده از حزب دموکرات. پرزیدنت نیکسون انتخاباتو میبره، انتخابات بعدی هم در بحبوحه جنگ ویتنام
که اون موقع تقریبا مثلا 400 هزار سرباز آمریکایی یا شاید 450 هزار سرباز آمریکایی کشته شدن و امریکایی‌ها به شدت با این جنگ ویتنام مقدار تعداد زیادیشون مخالفن، جهان برخواسته در این مورد، ولی همچنان پرزیدنت نیکسون محبوبه و پرزیدنت نیکسون رو متعهد قرار میگیره و همچنان دوباره پیروز انتخابات میشه. و این موضوع بعدش موضوع واترگیت برملا میشه، خبرنگاران واشنگتن پست موضوع واترگیت رو برملا میکنن. پرزیدنت نیکسون معلوم میشه که دروغ گفته، پرزیدنت نیکسون معلوم شده که تبانی کرده، پرزیدنت نیکسون معلوم شده که اطلاع داشته از اینکه در دفتر مرکزی حزب دموکرات شنود بکنن و که انتخابات رو در حقیقت ببرن یا انتخابات رو خدشه‌دار بکنن. و بعدن نیکسون مجبور میشه به هر حال استعفا بده و استعفا میده. ولی ببینید همه روزنامه ها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون های امریکا در موردش حرف میزنن، در موردش می نویسن، در موردش گفتگو می کنن، همه کاری اتفاق می افته. ولی همون ماجراست و این ماجرا در همون جا تموم میشه و بعدن نیکسون همچنان پرزیدنت اسبق امریکاست. و شما می بینید که تمام، یعنی اون سالهای اولی که بنده اینجا بودم، شما میبینید که تمام تلویزیون ها باشون مصاحبه میکنن، مطبوعات باشون مصاحبه میکنه، همچنان در چیز خبری واقع میشه. احتراماتی که لازمه به عنوان یک پرزیدنت امریکا، فورمر پرزیدنت یا پرزیدنت اسبق امریکا نسبت بهش به عمل میاد و در حقیقت جامعه امریکا اینو پشت سر میذاره. یا مثلا فرض کنیم پرزیدنت کلینتون. کلینتون ما میدونیم در جریان خانم لوینسکی دروغ گفت، به مردم امریکا دروغ گفت، گفت از دهان من دروغ در نمیاد و به هر حال بعدش اقرار کرد که دروغ گفته تا طلب بخشش کرد از مردمش و تا مرحله ایمپیچمنت هم رفت، یعنی جمهوری خواها که قدرت داشتن در کنگره ایمپیچ کردن در سنا، ولی که استیزا میخواستن بکنن ولی نتونستن تعداد لازمی رو به دست بیارن. به هر حال وقتی کلینتون ریاست جمهوریشو تموم میکنه، شما امروز میبینید کلینتون همچنان فعاله و مردم امریکا این موضوع رو پشتر گذاشتن. ایالات متحده آمریکا آقای پرزیدنت کلینتون به دلیل خدماتی که در آمریکا کرده و خدمات اقتصادی و رفاهی که برای مردم آمریکا کرده، محبوب ترین پرزیدنت آمریکا از سال 1980 به این سوست. در مورد دو پدر و پسر بوش، پرزیدنت اوباما یا رونالد ریگان، در میان این پنج رئیس جمهور هنوز محبوب ترین از همین دوران تا به امروزه. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ نتیجه‌ای می‌گیریم که جامعه آمریکا اون بخش به خصوص رو میذاره کنار، جنبه های مثبت کار پرزیدنت کلینتون رو در نظر میگیره یا کار مثبت پرزیدنت نیکسون رو. مثلا نیکسون، یعنی شما میخواید بگید که جامعه ایران هم بایستی برای رسیدن به یه آینده درخشان بتونه این بحران های تاریخی رو پشت سر بگذاره و هنوز دچار فروبستگی ها و فروماندگی ها در رویدادهای 60 اندی سال پیش خودش نمانه. آقای خلیلی، یکی از مهمترین درس هایی که رویداد 28 مرداد و قبل و بعد از اون به من میده، به عنوان آدمی که تو این سالها کنار شما و کنار دیگر دوستانی که هستن این فرصت رو داشتم، فارغ از اون فضای تبلیغاتی مسموم داخل ایران، چون حالا در طول بحث امشب اگر فرصت کنیم به ابعادی از این قضیه علی خصوص در حوزه درس خواهیم پرداخت، به طور در اینجا من متوجه شدم که یک دستاورد مهمی مانند ملی شدن صنعت نفت ایران ماحصل همکاری و مداومت و یاری دو نیروی دولت و پادشاه وقت ایرانه که همزمان با هم این زمینه رو برای ملی شدن صنعت نفت در ایران فراهم میکنن و این اتفاق در 29 اسفند سال 1330 اگر اشتباه نکنم رخ میده. نکته من دقیقا اینجاست، یعنی اون مسئلهی که برای من خیلی مهمه اینجاست که چرا این همدلی و اتحاد بین نهاد پادشاهی و نهاد دولتی در
نظام وقت ایران، نظام حکومتی وقت ایران تبدیل میشه به این تفرقه‌ای که در نهایت به 28 مرداد سال 1332 میانجامه. این وسط چه عواملی دخیلن؟ میبینیم که از اون همدلی نیروهای ایران دوست و ملیگرا چنین رویداد فرخنده‌ای برای تاریخ ما به وقوع میپیونده، ولی خیلی زود این همدلی تبدیل به کدورت‌هایی میشه که اثر تلخش رو در تاریخ کشور خودمون سال‌ها هنوز دنبال می‌کنه. ببینید، موضوعی که اصلا وجود داره اینجا، ما باید نگاه بکنیم که چارچوب قانون اساسی مملکت ما چیه. این چارچوب قانون اساسی یک شرایطی رو مطرح میکنه برای نخست وزیر مملکت، برای وزرای مملکت، برای نمایندگان مجلس، دربار، شخصیت شاه و همه اینا رو ما باید در نظر بگیریم. آیا انتخابات مجلس شورا یک انتخابات واقعی بوده چه قبل از در حقیقت به قدرت رسیدن یا به نخست وزیر شدن دکتر مصدق و یا بعد از نخست وزیری ایشان که نهاد در حقیقت قانونگذاری مملکت قوه مقننه است؟ آیا قوه مجریه جدای از قدرت دربار قدرت داشته و آیا چقدر قدرت داشته؟ چجوری بوده که شاه فقید که از مسئولیت در حقیقت مبرا بوده تا چه اندازه در امور اجرایی مملکت دخالت میکرده؟ ولی مهمترین مسئله و نکته‌ای که ما باید اینجا مطرح کنیم این است که ما با یک افرادی درگیر هستیم که این افراد مثل دکتر مصدق و یا شاه و یا اطرافیانشون، اینا همه آدم‌های ملی و آدم‌های وطن پرستی هستن، در حالی که ما اون وقت یه آدم‌هایی هستن که دستشون به خون کسی آلوده نیست، ولی ما بعداً در یک سیستم حکومتی دیگری درگیر میشیم به اسم جمهوری اسلامی که اینا سردمدارانشون دستشون به خون مردم ایران آغشته است. از پیش از به قدرت رسیدن نشون دادن. شما همین فاجعه سینما رکس آبادان رو، تمام مدارکش واقعا موجوده، به قول من رو تمام افرادی که دنبال این کار بودن فتوا دادن. همین آقای خامنه‌ای جز کسانی است که تایید کرده، دنبال کرده، آدم ها رو فرستاده که این سینما رو آتیش بزنم و اگر فاجعه های دیگری مثل فاجعه سینما رکس اتفاق نیفتاده، آگاه باشیم فاجعه سینما رکس منحصر به فرد نیست. اینها ده ها سینما رو در ایران آتش زدن. ده ها راه سلحشور شخصا به این مسئله 36 سال بعد از اون حوادث سال 57 اشاره کرد که در زمان انقلاب وظیفه خودش میدونسته که بره و سالن‌های سینما رو آتش بزنه. این چیزی نیست که من نوعی در یک تلویزیون مخالف جمهوری اسلامی بگم، این حرفیست که خود او در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی با افتخار ازش یاد میکنه. کسی که امروز به عنوان کارگردان سینمای ایران و تلویزیون ایران مطرح هست در داخل همین نظام استبدادی. ببخشید حرف شما نه، خواهش میکنم. بنابراین اینها یه آدم های جنایتکاری هستند، ضمن اینکه واقعیتش اینه که نوعی به ایران علاقمند نیستن. ببینید، ایران برای خودش یک حاکمیت ویژه است. ما از انقلاب کبیر فرانسه ناسیونالیسم رو به ارث نبردیم. آرش با انداختن تیر این حدود و ثغور ملت مملکت ما رو تعیین کرده. یعنی ما نسبت یعنی ما در از اسطوره‌هامون این میهن دوستی و میهن پرستی رو داریم. یعنی اینو مطرح کردیم یه بار در ایران شهر که صحبت این بود که آقای امیر داشت در مورد خلیج فارس برنامه تعیین کرده بود که واقعا خلیج فارسه و یه گردهمایی بزرگی هم در فدرال بیلدینگ انجام دادن آقای امیر. در ایران شهر مطرح کردیم که آرش با انداختن تیر یه کار بزرگی که انجام داد اینه که حدود و ثغور ایران رو برای ما مشخص کرد که ما فرض ملیگرایی خودمون رو داشته باشیم و بر اساس اون ما این حدود و ثغور رو نسبت بهش احساس داریم.
تفاوت میکنه با فرض کنید کشورهای جدید الولاده‌ای که در جهان متولد شدن. ایران ما یک ایران اسطوره‌ای حماسی تاریخیه که هممون بهش علاقه مندیم. میگم از انقلاب کبیر فرانسه متولد نشده این حالت. و با توجه به این مسئله و اینکه خود خمینی وقتی در هواپیمای به قول معروف ایر فرانس، هواپیمای متأسفانه انقلاب میاد به ایران، وقتی ازش پرسیدن آقا شما چه احساسی داری، میگه هیچی. فیل واقعا هیچ احساسی نداره. چرا احساس نداره؟ حال که یکایی که ما به ایران احساس داریم، برای اینکه اون به اصلا به ایران احساس نداره و این آدما به ایران احساس ندارن. و اینا از روز اول هم میگفتن، مثلا میگفتن خلیج فارس چی آقا، خلیج اسلامی است. بعد حرفی که آقای اقتصاددان خلخالی به طور جدی به عنوان یک راه حل برای رفع اینجور مشکلات مطرح کرده بود، یه نکته اینجا وجود داره و اون هم نقش گروه‌های مذهبی در رویدادهای پیش و پس از واقعه 28 مرداد در سال 1332 خورشیدی است. نقش ابوالقاسم کاشانی. من میخوام ببینم که نقش این آدم چگونه است. در سالهایی که من در ایران زندگی کردم بعد از وقوع انقلاب سال 57، در سالهای دهه 60 تا 70 خورشیدی که من به مدرسه در مقطع راهنمایی و دبیرستان رفتم که هر دو با تاریخ معاصر ایران ما به هر حال آشنا میشدیم و درس میخوندیم، علی خصوص در دوره دبیرستان که بخش عمده ای از کتاب تاریخ ما رو رویدادهای دوران نظام پادشاهی و دوران نظام پادشاهی پهلوی در ایران برمی گرفت که سراسر امروز میبینیم همه دروغ هم هست چیزی که در کتاب درس داده میشه. فصل رویداد 28 مرداد فصلی است که بی هیچ تردیدی در کتاب درسی که به دانش آموزان 16 و 17 ساله ایرانی در ایران تدریس میشه یک قهرمان داره و اون قهرمان رو جمهوری اسلامی میکوشه ابوالقاسم کاشانی معرفی کنه. آیا به راستی میشه اون رو قهرمان این رویدادها دانست؟ این حقیقت داره چیزی که امروز از طریق کتاب‌های درسی در ایران به دانش آموزان تدریس میشه یا نه؟ ببینید، ابوالقاسم کاشانی یک آدم طرفدار آلمان نازیه، طرفدار آلمان نازیه، آدم فاشیست ضد انسانیه که اتفاقا ضد انگلیسی هم هست طبیعتا و این از طرف انگلیس ها تبعید میشه و بعدا به ایران بر میگرده و از شرایطی که وجود داره سوار بر موج میشه مجددا و در جریان ملی شدن صنعت نفت در حقیقت با توجه به اینکه منبری داشته استفاده میکنه و جلو میفته متهم معمول مثل جریان. آیا ابوالقاسم کاشانی رهبر مذهبی عصر خودشه؟ یعنی مثلا آیت الله بروجردی یا آیت الله حائری یا اینجور آدم ها رهبر مذهبی وقت خودشه؟ یک حالت رهبری مذهبی داره، یکی از مراجع تقلیده و به دلیل اینکه پس چرا در قم ساکن نیست؟ یا اصلا در قم ساکن هست؟ نه نه نه، در تهران بوده. در تهران ساکن. به هر حال این کاشانی حرفای خودشو میخواسته پیش ببره و یه آدم غیر به قول معروف غیر مسئوله. به همین دلیل مثلا فرض کنید میاد یه دونه نامه می‌نویسه برای دکتر مصدق، میگه آقا مثلا فلانی رو بکنید فلان کاره، دکتر مصدق جواب نمیده، بعدی دوباره میفرسته و این در تاریخ مشهود یعنی وجود داره. و ایشون آدمی است که میخواسته حضور داشته باشه با توجه به اینکه مثلا حالا نهضت ملی شدن صنعت نفت ایجاد شده که علیه انگلیسی‌هاست و ایشون یک شخصیت ضد انگلیسی داره چون آدم فاشیست طرفدار آلمان نازیه، حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد آدمی باشه که هر کاری دلش میخواد انجام بده و دولت قبول بکنه، که دکتر مصدق سرباز میزنه و اجازه نمیده که کاشانی چیکار کنه به این موضوع ادامه بده و بتونه نفوذ بکنه یا کارهای نفوذی بکنه در دولت. به همین دلیل کاشانی دیگه مسیرش رو از مسیر ملی شدن صنعت نفت یا اصولا دولت ملی جدا میکنه و حالا که جدا میکنه در یک شرایطی علیه در حقیقت دولت ملی دکتر مصدق بعد از رابطه ای که با شاه ایجاد میکنه آقای چیز چیه؟ آقای کاشانی چیه؟ آیا به راستی من خاطرم هست در کتاب تاریخ ما گفته میشد که آقای
کاشانی، یک عکسی هست که احتمالاً همه هم دیدن، حالا همکاران من همین عکس رو نشون خواهند داد که آقای مصدق رو نشون میده که کنار آقای کاشانی در کتاب تاریخ سوم دبیرستان در ایران بعد از انقلاب، از این عکس با زیرنویس آقای مصدق از آیت الله کاشانی راهنمایی میگیرند و مثلا در محضر او میره تلمذ میکنه، از او میپرسه چه کار بکنم چه کار نکنم، یه همچین چیزی نشون داده میشه. قطعا شما می عکس رو دیدین، کار تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای آیا به راستی این شخصیت وجود داره برای آقای کاشانی در اصل که حالا شما میگین وجود نداره؟ و بعد میخوام ببینم که از اون سمت این مسئله یک بعد دیگر داره و اون هم بخش دربار و شخص پادشاه ایران، رابطه کاشانی با شخص با دربار و پادشاه ایران چگونه است؟ ببینید، تا مسلم این است که روحانیت و روحانیت شیعه طبیعتاً با حزب توده مخالفه. ببینید، حزب توده در اون زمان به دلیل شرایط آزادی که بوده میتونسته تبلیغات بکنه و کارهای تبلیغاتی بکنه مثل همه احزاب دیگر، و این کار با چیزی که در حقیقت از اون طرف هم مثلا حزب زحمتکشان دکتر بقایی بوده که این حزب زحمتکشان با حزب توده به شدت مخالف بوده. دلیل مخالفتش این مقدارش اینا سرسپردگی کمونیست نیستن. نه نه، حزب زحمتکشان کمونیست. یکیش به خاطر اینه که بقایی مخالفت با توده میکرده به خاطر سرسپردگی توده یا به شوروی البته، ولی روحانیت شیعه دلیلی که با حزب توده مخالفه به خاطر کمونیست بودن و مسئله اعتقادیه. بنابراین در یک مجموعه اتحادی که اتفاق میفته اینه که نیروهای مذهبی و روحانیت میرن طرف سیستمی که با حکومت دکتر مصدق در حقیقت موافق نیست و میرن در اون وروای میسن. و این روحانیت شیعه بدون تردید در جریان 28 مرداد نقش مؤثر و مسلمی داره در کشوندن یه عده‌ای به خیابون‌ها علیه دکتر مصدق. یعنی خوب یادمه، فکر میکنم گازیوفسکی این موضوع رو میگه که احمد آرامش که خیلی نزدیک بوده به قوام السلطنه میرود پلوی کاشانی، یعنی از دوستان آمریکایی پول میگیره و میره به ابوالقاسم کاشانی پول میده، $10,000 در همین روز 28 مرداد، و کاشانی یه عده این پول رو خرج میکنه، یه عده رو میفرسته تو خیابون که علیه مصدق شعار بده. به هر روز مهمترین مسئله‌ای که ما به نظر من امروز داریم، ما بعد از گذشت 62 سال از این ماجرا داره میگذره، ما باید به یک توافق ملی در این مجموع دست پیدا کنیم و بگیم که یه عده‌ای، یعنی یک اتفاقی در تاریخ ما افتاده، یک سری مدارک وجود داره و بر اساس مدارک موجود این موضوع رو فیصله به نوعی بدیم. به نظر من همه کسانی که طرفدار طیف، یعنی در حقیقت سلطنت طلب هستن، بر اساس مدارک و شواهد موجود بپذیرند که نیروهای خارجی در این ماجرا دست داشتن. ما نمیتونیم بگیم نیروهای خارجی در این ماجرا دست نداشته، یعنی بگیم آقای کرمیت روزویلت در این ماجرا دست نداشته، CIA دست نداشته، اینتلیجنس سرویس انگلیس دست نداشته، روحانیت شیعه دست نداشته. اینا دست داشتن، ولی کم بر این وفاق ملی برسیم که ما امروز جنگمون و دعوامون و مرافعه و نزاعی که داریم با یه عده دیگری است که اصلا نه ایرانی هن، نه طرفدار ایران هن، نه طرفدار منافع ملی ایران هن، حاضرن منافع ملی ایران رو به هر قیمتی و هر جوری شده بفروشن، و ما جنگمون با این افراد، این افرادی که 28 مرداد رو استفاده می کنن برای اینکه چند صد نفر رو در سینما رکس جزغاله کنن و از 28 مرداد به این ترتیب استفاده بکنن. این است که ما جنگی که امروز داریم واقعا یک جنگ دیگر، جنگ مهمتریه. ملت ایران الان زیر
سلطه یک استبداد سیاه مذهبی قرار گرفته و ما بعد از گذشت 62 سال مثل آمریکایی‌ها مثلا در مورد ریچارد نیکسون باید این موضوع رو واقعا فیصله بدیم. موضوع کلینتون فیصله داده شده و اینا تازه مثلا 60 سال نگذشته، 20 سال گذشته. کلمه فیصله رو که شما به کار می‌برید شاید در ذهن من تداعی غلط می‌کنه. منظورتون اینه که فیصله یعنی بالاخره یه جوری سرتاشو هم بیاریم یا اینکه نه واقعا هضمش کنیم و درکش کنیم و ازش عبور کنیم؟ ازش عبور کنیم، من منظورم اینه. فیصله بدیم یعنی یه جوری به قول معروف در یه نقطه‌ای ما دیگه باید به یه جایی به قول معروف به بلوغ سیاسی برسیم. بله، به این بلوغ سیاسی برسیم که آقا بله در اون زمان در اون ظرف زمان و مکان یه عده یه کارایی رو کردن، اشتباه کردن، نکردن، هر چی که اتفاق افتاده، ولی ما امروز دیگه بایستی بریم واقعا جنگی رو شروع بکنیم، یک مبارزه رو انجام بدیم که این مبارزه جمهوری اسلامی رو بیفکنیم. چون جمهوری اسلامی هم با سلطنت طلب مخالفه، هم با ملی مخالفه، هم با چپ مخالفه، یعنی با همه نیروهای موجود در جامعه که یک جامعه رو اصولا میسازن مخالف. شما در ابتدای صحبتمون که اشاره کردید به خاطر آقای دکتر مصدق و اون چیزی که در دفترچه یادداشت سالگرد ترحیم فرزندش به رشته تحریر درآوردید، سه تا اصل رو برشمردید در مورد آقای مصدق که من وقتی نگاه میکردم در همین طول مصاحبه دیدم خب این سه تا اصل در مورد پادشاه فقید ایران هم در واقع مصداق پیدا میکنه. او هم طرفدار پیشرفت، مدرنیزه و آزادی بود، او هم طرفدار ایران بود، او هم با همه وجودش ایران دوست بود و خب به عنوان پادشاه مملکت هم ببینیم که منابع ملی ایران رو غارت نکرده بلکه واقعا برای ایران زحمت کشیده. سوال من اینجاست، آیا این تشابه ها بین ایران دوستی، علی خصوص روی موضوع ایران دوستی من مطرح میکنم، ایران دوستی پادشاه فقید ایران و ایران دوستی دکتر مصدق رو میشه دلیلی برای همگرایی علاقه‌مندان به هر دو طیف این دو جریان سیاسی در خارج از ایران دونست که اینها رو بتونه به هم نزدیک کنه و یا اساساً در 36 سال گذشته تفرقه و اختلاف بین طرفداران این دو طیف سیاسی که دو جریان مهمه در حقیقت اپوزیسیون در خارج از کشور بودند و هنوز هم هستند و امید رهایی و آینده پاک برای ایران از مسیر همین ملی‌گرایی در واقع خواهد گذشت، آیا تونسته به بقای جمهوری اسلامی کمک کنه؟ من معتقدم که همین چیزی که شما میگید یعنی ایران دوستی، فقط همین یه دونه رو اگه ما محور مشترک بگیریم بین دو طیفی که خودشونو از همدیگه جدا میدونن، همین باید کافی باشه برای اینکه بتونیم از طرف مقابل که به ایران دوستی هیچ اعتقادی نداره و از همین استفاده بکنیم و اینها به همدیگه نزدیک بشن برای مبارزه با یک استبداد مذهبی که نه ایران دوستی رو سرش میشه، نه آزادی سرش میشه و نه پاکدامنی سرش میشه. یعنی شما الان امروزه روز هر روزی که میگذره یکی از کثافتکاری ها، فساد عوامل مختلفی که در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی قرار داشتن رو میشه. یعنی اینا واقعا از لحاظ مالی فاسدن، از لحاظ آزادی مطبوعات فاسدن، آزادی به طور مطلق و نسبی و هر نوع آزادی مخالفن، ضمناً هم به ایران دوستی هم علاقه ای ندارن. آقای خیلی خیلی کتاب در مورد 28 مرداد نوشته شده از هر دو سوی ماجرا، بارها و بارها در آثار مختلفی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته. چند از این کتاب‌ها رو به من و بینندگانمون معرفی کنین که اگر دوست داشته باشن در حقیقت مطالعه کنن بتونن به این سورس‌ها، مخصوصاً بچه‌هایی که آشناییشون در داخل ایران، اینو خواهش می‌کنم به دوستان عزیزی که این روزها از دبیرستان‌ها یا در سال‌های همسن و سال من که در آستانه 40 سالگی هستم از دبیرستان ها فارغ التحصیل میشیم و آشناییمون با تاریخ معاصر کشورمون در حد کتاب تاریخ سال سوم دبیرستان یا همین حدود، حالا در نظام جدید واقعا نمیدونم سال دومه یا سومه،
در این حدود خواهش میکنم این کتاب ها رو مطالعه کنن که واقعا ببینن چقدر تفاوت بین واقعیت و دروغی که به ما گفته شده وجود داره. کتابی در این زمینه هست رو حتما ببینید. اولا خود شرکت کتاب 4 تا کتاب در این زمینه منتشر کرده، 2 از یه طیف، 2 از یه طیف دیگه. یکیش کارنامه سیاسی دکتر مصدق مول دکتر متینی، جلال متینی، که یه بارم تو همین برنامه باشون گفتگو کردیم، سر پروین اعتصامی اگه یادتون باشه. این متعلق به طیف طرفداران جبهه ملی است یا طیف طرفداران در حقیقت، نه اینکه طرفداران جبهه ملی، در حقیقت اسنادی رو مطرح میکنه در رابطه با دکتر مصدق که چهره دکتر مصدق رو از یه حالت چهره ملی در میاره و بعد آسیب شناسی یک شکست آقای علی میرفردوس، جلد یعنی چاپ دوم شرکت کتاب انجام داده. از سوی دیگر این کتاب آقای دکتر میرفردوس کجا قرار میگیره؟ در طیفی که باز به انتقاد از آقای مصدق برمیخیزه. این دو کتابی است که شرکت کتاب در نقد آقای مصدق تا به امروز از دو نویسنده منتشر کرده. بله، در مقابل هم گفتید. البته من در نقد یعنی موضع گیری نمی‌کنم، من وظیفه‌ام انتشار. از طرف دیگه کتابی چاپ کردیم از بهرام چوبینه با عنوان دکتر محمد مصدق و بهائیان که در دفاع از آقای دکتر مصدق و نشون میده که دکتر مصدق چگونه نگاه میکنه به اقلیت‌ها و به طور کلی آحاد ملت ایران. و کتاب دیگری که با عنوان سوداگری با تاریخ، یه پاسخیه به کتاب آقای میرفردوس نزای محمد امین که توسط آقای محمد امین نوشته شده، که در حقیقت طرفداری از دکتر مصدق و نشون میده و ثابت میکنه که اسناد یا مدارکی که آقای میرفردوس در کتاب خودشون آوردن تا حدود زیادی اشتباه داره و غلط داره. و آیا این 4 کتابی که شما بهشون اشاره کردید فقط به اعتبار اسنادی که از طرف سازمان‌های خارجی منتشر شدن یا از اسناد داخلی یا روایت‌های شفاهی کسانی که در اون دوران حضور داشتن هم بهره بردن؟ البته که هر دوش دیگه، یعنی اسنادی که به طور کلی وجود داره، حالا یا از منابع خارجی گرفته شده یا اسناد داخلیه، به اضافه این که خود به خود روایت‌های متعددی که وجود داره مطرح شده در همه این کتابا. من همیشه توصیه میکنم که دوستانی که دو طرف ماجرا همه رو بخونن. یعنی آقای خلیده چند اندازه میشه به اسناد منتشر شده از طرف CIA یا جاهای دیگه اعتماد کرد؟ تا چند اندازه الزاماً نامه‌ای که سفیر انگلستان در تهران برای ملکه وقت انگلستان می‌نویسه میتونه نامه صادقانه و درستی باشه؟ چه ضمانتی که مثل خیلی‌ها که قربانت شدن برای پادشاهان قجری می‌نوشتن، این جمله رو من نقل از آقای دکتر صدرالدین الهی می‌کنم در مراسم امضای کتاب مرد اول یا دوم کودتا سید ضیاء طباطبایی، که میگفتش که همونجور که ممکن بود فلان کسی که در پاریس سفیر ایران بود برای سلطان صاحب قران نامه قربانت شوم که اینجا سر شما رو نمیدونم در موزه ها نگه میدارن و چنان میفرسته، از این ور هم یه همچین رابطه‌ای بین سفیر وقت انگلیس و ملکه دربارش باشه و اصلا همین هاست که تبدیل میشه به اصلا تاریخ. البته اجازه بدین که واقعیتش اینه که یک حکومت قجری استبدادی رو با حکومت های دموکراتیک امریکا و اروپایی ها مقایسه نکنیم. این شماره یک. شماره دو اینی که من با این نظر موافقم که میتونه سفیر انگلیس یه گزارش غلطی یا یکی از مامورین اینتلیجنس سرویس یه گزارش غلطی رو بفرسته، ولی شما وقتی مجموعه همیشه یک اسناد وزارت امور خارجه آمریکا یا مجموعه اسناد CIA رو نگاه میکنید، روی مجموعه اون وقت میتونید داوری کنید. البته که یه نامه آدم اسناد گزینشی رو هیچ وقت مطرح نمیکنه. اولا یه سند اگر شما دارین به قول دکتر میلانی باید برین اسناد دیگر رو تطبیق کنید با این یک سند و در مجموع نتیجه گیری بکنید، ببینید که در اون موضوع به خصوص چند تا سند مختلف با هم دیگه چه چیزی رو مطرح میکنه. اینی که اگر اسناد گزینشی نباشن، تک نباشن، به نظر من میشه اعتماد کرد در مجموع اسنادی که از کشورهای اروپای غربی
و آمریکا وجود داره. آقای خلیلی، این 4-5 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، یک کتابی در شرکت کتاب وجود داره، خاطرات شعبان جعفری، شعبون بی مخ، روز 28 مرداد سال 1332 یا به هر اسم دیگری که شناخته میشه در تاریخ ایران، و در نهایت هم پیرمرد نحیف و فرتوتی که در لس آنجلس دید از جهان درست در 28 مرداد فرو بست. این کتاب قلم فاخر سرکار خانم هما سرشار هم برشته تحریر در آمده، روزنامه نگاری که پژوهندگی و انصاف او بر همگان مشخص و واضحه. این کتاب رو هم میشه در موردش در این دقایق آخر با همین کتاب، یعنی با کتاب شعبان جعفری، این کتاب رو، این برنامه رو تموم کنیم. در وهله اول این که بگم ما در مورد یک موضوع خیلی پر اهمیت 28 مرداد در خارج از کشور یک روزنامه نگاری مثل خانم سرشار واقعا خطر میکنه و خطر کرد در اینکه آمد و جلوی آقای مرحوم شعبان جعفری نشست و از یه آدمی که طبیعتاً کل ملت ایران یا اکثریت ملت ایران در حافظه تاریخیش اینو محکوم کرده بود نشست و خواست که این حرف بزنه و حرفاشو بزنه. شما کتاب شعبان جعفری رو که میبینید اولا بسیاری چیزها رو مطرح میکنه که خیلی ها واقعا نمیدونستن و مطالبی رو مطرح میکنه که اهمیت تاریخی پیدا میکنه خود به خود. مثلا فرض کنید شعبان جعفری میگه این شاپور غلامرضا پهلوی خیلی آدمی بوده که هزینه‌ای بابت کارهایی که براش انجام میداده نمیداده و نمیکرده و این مثلا فرض کنید به هر حال نمیخوام بگم سنده حتما، ولی به هر حال یک چیزی که در اینجا مطرح شده. یا مسائل مختلفی که در زمینه های نوچه ها، در زمینه های قداره بندی، همه این چیزها در کتاب آمده. به هر حال خطری که هما سرشار برای این کار کرد به نظر من ما با همه باید قدردانش باشیم که اومد یه آدمی رو که منفور یه عده زیادی از جامعه بود نشوند و حرفاشو بزنه. ما باید یاد بگیریم از این کاری که خانم سرشار کرده که همه باید حرفشونو بزنن اون وقتی که ملت ایران تصمیم میگیره که سره رو از ناسره جدا بکنه. آقای خلیلی، کتاب خاطرات شعبان جعفری در ایران هم تجدید چاپ شده. آیا این کتابی که در ایران تجدید چاپ شده با کتابی که در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به انتشار رسید یکسانه یا اینکه دستکاری شده و سانسور شده؟ ولی ما کلمه به کلمه نرفتیم که مثلا انتشاراتی فکر کنم سالسه دیگه ها که تجدید چاپ کرده موسی که 20 چند بار هم تجدید چاپ شده. جوری که من اطلاع دارم اینه که همونو تجدید چاپ کردن و تغییری در اون ندادن، حداقل این مثلا انتشارات سالسه به خصوص که شاید هم تغییر دادن. واقعیت چیه میگم، من کلمه به کلمه مقایسه نکردم. البته من نمیدونم تا چه اندازه تغییر کرده، ولی بخاطر من یه بار که بخوام سرش رو سوال میکنم گفت بخشی از این کتاب از کتاب حذف شده در نسخه که در ایران منتشر شده. حالا اگر موافق باشید در یه فرصتی حتما به این کتاب خواستم بپردازیم، با خانم سرشار هم تماس داشته باشیم در همین برنامه که بیشتر و بهتر در مورد ابعاد این کار که واقعا به قول شما کار جسورانه‌ای برای یک روزنامه‌نگار در ایران مواجه بشه. شاید من البته انتشارات سالس و یا نسخه انتشارات سالس و با اون نسخه‌ای که زیرزمینی در ایران چاپ شده اشتباه کرده باشم. به هر حال ممنونم، به پایان وقت امروز رسیدیم. سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی هم که همراه ما تا این لحظه بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.